خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. بیاین با هم دیگه آماده شیم. میخوام برم برای الناز دوستم، همونطوری که توی ویدیوی قبلی دیدینش، واسه تولدش کادو بخریم با علیرضا. الان دارم آماده میشم، یه خورده بدون آینه سخت، البته یه دونه آینه کوچولو دارم اینجا، ولی باید برم یه آینه بزرگ بخرم چون خیلی سخته کلن بخوای اینجوری هم ویدیو بگیری هم بخوای آرایش کنی. روز آرایش خیلی زیاد نمیخوام بکنم، فقط در حد اینکه یه خورده رنگ و لاب بگیرم. دیگه گفتم بیام یه خورده از میکاپم براتون ویدیو بگیرم و با هم گپ و گفت کنیم. چه خبر؟ شما چی کار میکنی؟ من ضد آفتاب ایزدین رو زدم که بدون کرم پودره. ضد آفتاب کرم پودری رو خریدم. میام چیکار میکنم؟ به جای اینکه کرم پودر استفاده کنم، از این استفاده میکنم چون هم SPF داره. اینکه کرم پودر احساس میکنم خیلی پوستو خفه میکنه و برای اینکه پوستم بهتر بشه و کمتر چین و چروک بخوره و جوشام یه خورده بهتر بشه، از این استفاده میکنم. هر چند من اصلا جوش نداشتم واقعا. یک تایم میتونم بهتون میگم، فکرم 7-8 سال پیش اینا بودی، یک دونه جوش اینجا زده بود، گیر زده بودم به همین یه دونه. بعد رفتم پیش دکتر و پیش دکتر پوست که برگشت بهم گفتش که آره بیا بهت قرص بدم و محلول دستاز بدم. از اون محلولای دستاز که استفاده میکردم باعث شده بود که پوستم خیلی خشک بشه. قرص راکوتان داد، اونو خوردم، پوستم خب خیلی شفافتر شد. ولی بعد از اینکه ول کردم تازه جوش زدن شروع شد و اونجا بود که به غلط کردن افتادم. ولی خدا رو شکر پوستم انقدر هم بد نیست. با یه ضد آفتاب و یه کرم پودر خیلی خفیف سریع شفاف میشه. کانسیلر رو میزنم اول از همه چون خیلی دوست دارم و خیلی تأثیر داره توی میکاپ و تمیزی میکاپ. از عاملایی که باعث جوش صورت میشه این مثلا بیوتی بلندراس یا حتی این براشا، میگن هر از گاهی مثلا هر هفته سعی کنید اینا رو بشورید چون خودش باعث میشه که مثلا لوازم آرایش توش بمونه. بعد به همه جای صورت معمولا زده میشه، مخصوصا این براشا بعضی موقع پشت چشم رو گونه رو چونه همه اینا زده میشه و باعث میشه که جوش و مثلا کثیفی و اینا انتقال داده بشه. پلت سایه نیکس رو داریم که میخوام ازش استفاده کنم. رنگای خیلی خوشگلی داره ها، ولی کلن زیاد ازش تابال استفاده نکردم. الانم نمیدونم از کدوم رنگش استفاده کنم، ولی احتمالاً بخوام ببینم این براش بهتره. باید یه ست براش خوبم بگیرم. هر موقع میخوام من میکاپ رو شروع کنم کلن یه ترکیب مثلا قهوه‌ای ملایم با صورتی از اون ترکیب استفاده میکنم چون احساس میکنم زمینه خوبیه برای کسی که نمیدونه میخواد چی کار کنه. چیز جالبم بهتون بگم، الناز به تاریخ ایران 22 اردیبهشت تولدش، ولی به تاریخ میلادی میشه 12 می. 12 می میشه 3 روز دیگه، یعنی یک شنبه. 22 اردیبهشت میشه فردا. نظرتون خیلی عجیب نیست؟ آیا میدونید چرا فرق داره این دوتا با هم دیگه؟ برام تو کامنت بنویسید حتما اگه دلیلش رو میدونید. من واقعا نمیدونم، حالا به خاطر چونم شمسی و میلادی بودنشه، به خاطر اون سال کبیسه کثیفه. سال کبیسه چیه برای اونه؟ نمیدونم، ولی دارم که فکر میکنم خود منم امسال دوچار همین مشکل شدم. به میلادی تولد من میشه 19 اکتبر، 19 اکتبر مثلا میشد 27، ولی تولد من 28 مهر. مثلا اینم بود. این مداد چشم صورتی فلورماره که خیلی خوشگله، هم واسه پشت چشم خیلی خوشگله، هم توی چشم. من چند بار کشیدم خیلی ناز میشه فرم چشم. واقعا چرا موقعی که ریمل میزنیم این هوا باید دهنمون باز باشه؟ نمیدونم به خدا این چه عادت بدیه که ما خانوما داریم. ریمل رو زدم ولی این در رو گند زدم، باید سب کنم خوشه و با گوش پاکن تمیزش کنم. خب تا اینجا میکاپ من تقریبا میتونم بگم تموم شده. تنها چیزی که مونده اگه گفتی چیه؟ رژ لبه.
خوب شد، نه خیلی زیاد نه خیلی کم شد. دیگه برم لباسم رو عوض کنم، نمیدونم چی بپوشم، واقعا میکاپ کم، لباس سفیدم پوشیدم، اینو باید خیلی یواش در بیارم که کثیف نشه. بچه ها اومدیم بیرون به علیرضا، الان رسیدیم به اولین مغازه‌ای که میخوام برم برای الناز کادو رو بخرم، در واقع کادوی خودم. بعد اینکه خیلی هوا سرده، اینقدر باد میزنه، یعنی باد منو برده. اگه گفتین کجا اومدم بذارید بهتون نشون بدم. جی 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 هندورا اومدم براش از این بیلبینک های دست مهره هایی که به دستبند اضافه میشه بخرم، چون دستبندش رو داره. بعد هم یک چیزی بخرم که یادگاری براش بمونه. خب بچه من یه سری عکس انتخاب کردم از توی سایتش پیدا کردم، بعد الان اومدم اینجا بهشون نشون بدم، بعد برام آوردن که انتخاب کنیم. بعد رضا بیا نشون بده. الناز خیلی ماهی دوست داره. بالک هنگی سه بود این ماهی است، خیلی خوشگله. یه تو روش نوشته بود قلب و یه چند تا چیز بلبله که دیگه داشت روش نوشته بود فرند، اونم خیلی خوشگل بود. میخوام ببینم که از نزدیکی رو ببینم قشنگی نوشته هم اینفینیتی تاریه فرندز فوریور، چون خیلی ماهی دوست داره. بعد اونا اونجوری که باید تو عکس قشنگ بودن از نزدیک انقدر قشنگ نیستن. چیکار کنم؟ بیا نظر بدم. بریم یکم فکر کنیم. خب بچه ها تصمیممون رو گرفتیم، ماهیه رو انتخاب کردیم چون از همه به نظرم هم خوشگلتر بود، هم خودش رو بیشتر نشون میاد، همین که الناز عاشق ماهی آبیه و واقعا اینجا همه چیش خیلی خوشگله. البته علیرضا مثل ولنتاین هم برای من دستبند پاندورا با دو سه تا از این بلبلکای خوشگلش گرفته بود که هر کدومش یه معنی رو داشت. اونو بهتون نشون میدم، یه خودم از اینجا بهتون نشون میدم که خوشگله. بچه علیرضا ذوقش از من خیلی بیشتره که کلا خرید و اینا. چقدر خوشگله. آره این ساده. من ساده رو ترجیح میدم. آره خیلی خوشگله. ایشالا بعدا در مناسبت دیگه برای من یاد میگیرم. اینم از من. خب بچه ها کادوی الناز رو خریدم، الان هم دارم میرم توی مرکز خرید سیتیزن نیشانتاشی، حتما اومدین استانبول بریم. من میرم که کادوی در واقع دومشو که از طرف همسرش هست رو بخریم. حالا اونم الان متوجه میشید که چیه. خب بچه ها اومدم توی مغازه سانگلاس هات که عینک فروشیه. چند روز پیش با الناز اومده بودیم اینجا، عینک آفتابی میخواست بخره، امتحان کرد چند تا، بعد دیگه رسول به هم زنگ زد گفت خونه ببین کدوم عینک رو دوست داشت برو براش بخر. و عینکی که دوست داشت رو من الان اگه بخوام بزنم واسه صورتم خیلی بزرگه، گوچیه، ولی خیلی خوشگله. الناز مبارکت باشه، اومدم که برات اینو بخرم. میبینم که همسر قشنگم. اوه از این اینه که خوشت میومده. گوچیه دیوره. ولی این رنگ خیلی بهتره. طلایی من اصلا خوشم نمیاد. خدای دل آدمو میزنه. اینجا دیگه برندای میره دیور و کدوم؟ اینجا درصد تخفیف میکنه. آره دومی خریدی که کنی 50% تخفیف میکنه. میخوای بردار اینم بذار. اینم خوشگله. بله ولی اون خیلی قشنگ تر. 32000 تا پولشم فقط بخاطر این فلزاش چه طرح بغلشو. بذار منم اینا که مورد علاقه من امتحان کنم بچا ببینم. بچا صبر کن منم اینا که رو امتحان کنم. بچا این اینک از برند نیو نیو. من خیلی اینک سفید دوست دارم که داشته باشم. باحاله به نظر ولی کم فانتزیه. همه جا با همه چی استایل نمیشه. نظر تو چه دوست؟ قشنگه. قیمتش هم بهتون بگم. یه جورایی رسون که کادوی بعدی عینک میخوام دیگه، عینک سفید. 12180. بگردیم تا فردا مراسم تولد داریم، تولد بازی رو.
رقص و شادی و پایکوبی و از این جور چیزا. سلام بچه ها، ظهر بخیر. امروز یک روز دیگه هست و بودم حموم، الان دارم میرم آماده شم. دیگه گفتم از آماده شدنم براتون ویدیو نگیرم که تکرارشه، سریع برم موهامو خوش کنم، آرایش کنم، چون با الناز و رسول قراره 4 تایی بریم بیرون واسه تولدش. یه خورده تو روز عکاسی کنیم و یه کافه ای بریم و بگردیم. واسه شبم یه برنامه دیگه دارم که حتما ویدیوشو براتون میگیرم. خب بچه ها، ما آماده شدیم دیگه، استایلمونم زدیم واسه خودمون، بیرونم هوا سرده دیگه، گفتیم هر چه باد آباد. شوهر خوشتیپمو داریم، کفشمونم سته. خلاصه که بریم بیرون و حسابی عشق کنیم. بذارید آرایشم بهتون نشون بدم، یک آرایش فانتزی کردم. یه دارم فلتون بگم، سایز آبی زدم، بعد رفتم شلوارم اوتو کنم، شلوار آبی میخواستم بپوشم، هیچی دیگه اوتو چسبید به شلوارم، شلوارم کلن به فنا رفت. خوشگله. خیلی بچه ها، الناز عاشق ماهی آبیه، میدونید دیگه، دیروز بهشون گفتم داستان ماهی آبیه، داستانو که نگفتم ولی میدونم. چون اینقدر سرد شده دیگه، من لباس علیرضا رو ورداشتم پوشیدم، بعد یه تیشرت دیگه هم خودش آورده بود از سمبالا، اونو گفتم تو بپوشین و من بپوشم، چون خیلی گلومم درد گرفته، فرض کن تازه مریض بودم خوب شدم دیگه. بعد از کافی خوردن رفتیم قسم که یکم پیاده روی کردیم این مسیر و اینا. الان یک همبرگری خیلی خفن پیدا کردیم، اسمش بتروه، بخواییم بریم توش و بریم همبرگر بخوریم. همبرگرش خیلی باحاله، کاپالیه، یعنی سربسته است. الان من ویدیو میگیرم. نگاه کنی برگرش اون شکلیه، سر به سر، خیلی باحاله. ببین چقدر شلوغه. بالاخره قصه ما آمد، علیرضا که قیافش دیدنی بود از پشت. چون اینه برگره، کنارش هم چه کلاسیک بود؟ چه کلاسیک بود؟
آخه این کل همبرگره. به یلی میرسه یا نه؟ خوشمزه هست. من تو باید بدونم. پس بزن من تست کنم. بچه ها غذامون رو خوردیم. خیلی خوشمزه بود خدایی. انقدرم که توی برگرش کلی چدار داشت. یعنی خفمون ترسیب زمینشم زیاد بود. بعدش کنار برگرمون برامون یه پیراشکی شکلات گذاشته بود دومان دسه که خیلی سوپر شدم. خیلی هم دوست دارم، اما از اونهایی هم که رژیم هستم دیگه امروز که رژیم رو شکنم و اینا حالا گفتیم که اونجا نتونستم بخورم، با خودم برداشتم آوردم گفتم که برم خونه با چای و قهوه حداقل بخورم عشق کنم. الان دیگه خیلی سرده، هوا داره، میریم تاکسی بگیریم بریم خونه یکم استراحت کنیم. واسه شبم قراره که بریم با بچه ها چهارتایی میخونه یکم بزنیم و برسیم. براتون هم میگیرم قطعا ویدیو میگیرم. خب بچه ها ما آمدیم میخونه دیگه، بیرونش وایسادم. اگه ببینید یه خورده کیفیت پایینه به خاطر اینکه چون اونجا خیلی شلوغه ترسیدم که دوربین بخوام ببرم، یه گفتم که اینجا با تو صحبت کنم. الان میرم تو ویدیو میگیرم از استایل خیلی خفنم خودم چون خیلی دوستش دارم. بعد دیگه گفتم بهتون بگم که آقا قضیه از این قضیه کیفیت ویدیو پایینه به خاطر اینکه دارم از اینجا به بعد با موبایلم میگیرم. یعنی که الناز اینجا وایساده با تلفن حرف میزنه، همسر قشنگم. الان میخوام بریم داخل اینجا. چطورین؟ سلام از روز سوم ولاگ. امروز اومدیم با الناز و رسول، چون دیروز در واقع روز تولدش کیک نگرفتیم و فوت نکرد شمو، دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم بیرون بریم یه کافه بشینیم یه کیک بگیریم و شم فوت کنه. اومدیم یه جایی سمت بشیکتاش، بهش میگن گالاتا پورت، کنار دریاست، خیلی خوشگله اینجا. اگه اومدید استانبول حتما برید و کلی مغازه واسه خرید و اینا برندا رو داره، کلی کافه رستوران های خیلی خوشگل داره. من که عاشق اینجام. امروز هم هوا واقعا عالیه، یعنی بالاخره تونستیم یه استایل تابستونه بزنیم. گفتم یه براتون ویدیو بگیرم بهتون بگم امروز روز آخر ولاگه، قراره یه خورده خوش بگذرونیم اینجا. دیشب خیلی خوش گذشت، می خونه که رفتیم واقعا زدیم رقصیدیم و خیلی نیاز داشتیم به این تنوع. جاتون حسابی خالی بود. الناز خانم با گل قشنگش گلتو نشون بده. رسول براش این گل خریده بود، باش نه عکس گرفت نه ویدیو، دیگه امروز با خودش آورد. عینکش هم افتتاح کرد، کادوش افتتاح کرد. خیلی بهت میاد الناز. قشنگه. امروز یک شنبه است، انقدر هوا خوبه. کلن ترکا هم آدم های خیلی خوشگذرونی هستن، یعنی یه خورده هوا که خوب میشه با آفتاب در میاد میریزم بیرون. خیلی اینجا شلوغه، نگاه کنید. بچه ها اینجا رو مردم رو نگاه بودم. بچه ها میخوام بهتون یه نشون بدم، یه کشتی کروزه که هر از گاهی میاد اینجا پهلو میگیره و خیلی هم بزرگه، نگاه کنید چقدر بزرگه. من خدافظی میکنم. شبه کشتی تایتانیکه. علیرضا شما موبایلم هم ویدیو بگیری.
بدم تو کیفم. وای چقدر بزرگه بچه ها، میبینی؟ کلی آدم هست مسافر توش. هر وری که دوست داری عشقم. نگاه کن های مردم آدم در نگاه میکنه. خیلی بزرگ، یعنی از اون چیزی که شما دارید توی تصویر میبینید بزرگتره. آخه مردم بای بای میکنن. تولد النازه، ولی الناز داره عکاسی میکنه از خونه. بازیمون تمام شد و خیلی دلکندن از این یکی که سخته به خاطر دریا، هوای خوب منظورمه. بلسه اینکه خیلی خوش گذشت، گفتم که بیام ازتون خداحافظی کنم و این ولاگو تمام کنم. عشقم شب بیا تا درود دیگر بهتون. مشکل بلای شیطون. بچه هم امیدوارم خوب دوست داشته باشید این ولاگ و همینطور دیگه کلی دیگه خوشگل براتون از این دوار میگیرم. بازم سریع ولاگ بذار. حتماً منو حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ولاگ بعدی، خدا حافظ.